سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو اومدیم به یکی از پاتوقای خاص و لاکچری تهران، جایی که میشه هزار مدل تیپ و استایل متفاوت رو ببینیم. همراه با تفریحات خوشگذرونی جوانا و نسل زد تو شب جمعه، اونم تو شلوغی مردم تو روزهای آخر تابستون. پس با من همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندین و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. بله، همونطور که گفتم تو این شب خاص تو روزهای آخر تابستون قرار تهران لاکچری و جالب رو ببینیم. تیپ و استایلایی که یه جورایی چه بخوایم و چه نخوایم جوان پسند هستن و این مدلی میگردن، اونم تو شب جمعه تو یکی از مالهای بزرگ و خاص تهران و شایدم ایران، البته از نظر من. بالاخره توی فیلم‌های نزدیک به 150 تایی که گرفتم، این مرکز خرید بدون شک جزء 10 تای اول توی ایران به حساب میاد که توی غرب تهرانه. یه مرکز خرید بزرگ که همیشه خدا شلوغه و پر از جوانای سرزنده و پرشور با تیپ و استایلای جور و جور، و البته جالب که یه جورایی این مرکز خرید رو پاتوق خودشون میدونن و بیشتر وقتشون رو با دوستاشون اینجا میگردن. پاتوقی که همیشه شلوغه، مخصوصا تو شب جمعه و البته روزهای آخر تابستون. اکثرشون هم همونطور که میبینید جوونا و نوجوانای نسل زد هستن که با دوستاشون بیشتر اینجور جاها رو پاتوق میکنن و میگردن. مدلای مختلف تیپ و استایل پسرها و چه دخترها توی این مرکز بزرگ و خاص و البته شلوغ توی غرب تهران. البته خانواده هایی هم هستن که برای خرید دم مدرسه بچه ها اومدن به اینجا. بالاخره دسترسی خوبی به مردم ساکن غرب تهران داره. این پاتوق خاص که حتما تو ادامه فیلم به اسمش هم میرسیم، انقدر تیپ و استایلای جور و جور توش مشاهده میکنید انگار که اومدی شوی لباس، و خود این صحنه و دیدن استایلا فشن شوی محسوب میشه. امروزه خیلی از استایلای مردم طبق مد روز پیش میره و تو پاتوقای این مدلی میشه این تغییر اساسی رو هر روز و هر شب دید و نظاره‌گر بود. بریم کم کم وارد مرکز خرید کوروش بشیم تا ببینیم شب جمعه داخل این مال بزرگ چه خبره. دوستان، پوشش مردم ایران تو این سالا از دید من هر روز خاص‌تر و جدیدتر و همچنین قشنگتر میشه. تیپای مد روز و خاصی که پاتوق و جاهایی مثل کوروش مال رو تبدیل به فشن شوی جالب کرده. اکثر کسایی که اینجا در حال خوشگذرونی و قدم زدن هستن جوانای نسل زدن که یه جورایی انقلابی کردن تو همه چیز، که یکی از این تغییرات انقلابی ظاهرشونه و میشه گفت بروزترین و خاصترینشون میتونیم اینجا مشاهده کنیم. دوستان، مدلای مختلف تیپ و استایل پسرها و چه دخترها توی این مرکز بزرگ و خاص و البته شلوغ توی غرب تهران. خب بریم به طبقه دوم این مرکز خرید، جایی که بیشتر از هر طبقه دیگه توی کوروش مال شلوغه
بعد جمعیت باور نکردنی زیادی مشغول تفریح هستن. این سبقه رو شهر بازی جوپیتر اسمش گذاشتن و مختص کسایی هستش که دنبال هیجان و تفریح هستن. کوچیک و بزرگم فرقی نداره، تو هر سنی داخل این طبقه مشغول سرگرمی خوشگذرونی هستن. دیگه نگم براتون، خودتون میتونید مشاهده کنید. اینجا پر بازی‌های هیجان انگیزه، از ویدیو گیمایی که بزرگان با کلی هیجان و ذوق بازی میکنن تا عینک‌های واقعیت مجازی که میشه گفت انقلاب بزرگی توی صنعت سرگرمی‌ها ایجاد کرده و واقعا هیجان بی‌نظیری داره. واقعا قدم زدن توی یه سری جا مثل اینجا پر از هیجان و شروع شد که کاملا داخل ویدیو مشهود و قابل مشاهده. مطمئنن شما مثل من این هیجان رو احساس کردین دوستان. خوبی اینجا اینه که پولی بابت ورودی پرداخت نمی کنی و شاید 100 تا بازی برای تفریح و خوشگذرونی داشته باشه که برای سرگرمی و بازی گیم ها باید پول پرداخت کنی. پس میشه گفت هستن افرادی که مثل من شاید فقط نظارگر این بازی ها و سرگرمی ها باشن. بریم به طبقه F3 که پردیس سینمایی کوروش تو این طبقه هستش. یکی از بزرگترین پردیس سینماها تو کل کشور. یه نگاهی هم به قیمت بلیت‌های سینما بندازیم که فیلم‌های کمدی زیادی این روزا روی پرده سینما رفته. این دستگاه دیجیتالی هم که مشاهده میکنید گذاشتن تا مردم خودشون بلیتشون رو که آنلاین خریداری کردن از اینجا پرینت بگیرن. قیمت بلیت سینما به ازای هر نفر 80,000 تومان هستش، یعنی کمتر از 2 دلار. اینم بگم که بیشترین فروش بلیت فیلم‌های در حال اکران مربوط میشه به فیلم تگزاس 3 که بیشتر از 20 میلیارد تومان تا حالا فروش داشته، که یه فیلم کمدی هستش و علاقمند زیادی داشته تا حالا. سر همونم بیشتر فیلم‌های در حال ساخت کمدی هستن که تو رتبه دوم تمساح خونی 16 میلیارد بوده که این روزا آنلاین شده و نمایش خونگی داره این 2-3 روزه. و همینطور فیلم مست عشق که حدود 10 میلیارد تومان فروش داشته. اینم یک کمی اطلاعات
برای سینما دوستانی که علاقه دارن. خوراکی و خوردن پفیفیل و چیپس و پفک هم که از علاقه مندی های شکمه های سینما است که میبینید چه صفای شلوغی هم داره. تازه این طبقه ای که داخلیشیم جایی که بلیط تهیه میکنی و خوراکتو میتونی بخری، بعدش میری طبقه بالاتر برای مشاهده فیلم مورد علاقت. اینجا هم یکی از سالن‌های غذاخوری کوروش و مختص شکمه هاست. همونطور که میبینید بیشتر اینجا برگر سرو میشه. یه نگاهی هم به قیمت برگر ها بندازیم. زینگر برگر 217,000 تومان، ماشروم برگر 250,000 تومان، اسموکی برگر 244,000 تومان. یه بسته سیب زمینی هم میتونید بخرید با 103,000 تومان. یعنی میشه گفت باید حدود بین 4 تا 5 دلار برای هر کدوم از برگرها پرداخت کنید. اون طرف هم قیمت پیتزا قابل مشاهده است. چیکن آلفردو 329,000 تومان، روست بیف 334,000 تومان، ساندویچ هاتداگ هم که دم دستترین ساندویچه 180,000 تومان فروخته میشه. یعنی برای انواع پیتزاها حدود 6 الی 7 دلار باید هزینه کنیم. اینجا چیزی حدود 9500 متر مربع هستش و کوروش مال یکی از بزرگترین مجتمع‌های تجاری و فرهنگی ایران به حساب میاد که یکی از اصلی ترین پاتوقای مردم غرب تهران محسوب میشه و آخر هفته جمعیت زیادی برای تفریح به اینجا میان. مجتمع تجاری کوروش از معماری و تجهیزات مدرنی برخورداره که همین موضوع باعث خوشگذرونی بیشتر و رونق بیشتر این مرکز خرید شده و هر روز به تعداد افرادی که واسه خوشگذرونی بخوام بیان اینجا اضافه میشه.
پاساژ کوروش توی 18 طبقه بنا شده که 9 طبقه اون زیر زمین هستش. و 7 طبقه از این 9 طبقه زیر زمین مختص پارکینگ مجتمع تجاری کوروش اختصاص پیدا کرده. تو شب جمعه اونم تو روزای آخر سال مشاهده کردیم شور و اشتیاق مردم عزیز غرب تهران رو، اونم با حالای با حالشون. امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و به دلتون نشسته باشه و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. به امید دیدار دوستان.